سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز می‌خوایم توی این ویدیو با هم دیگه GTA 3 نسخه دفینیتیو و اورجینالش رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، یه بررسی ریزی انجام میدیم در موردش بدون اینکه معطل بکنیم، بریم سراغ گیم. ولی قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کنید، همین ویدیو رو لایکش کنید، کامنت برام بذارید این پایین، به دوستاتون هم معرفی بکنید، شیر کنید با دوستاتون این ویدیو رو. بدون معطلی دیگه بریم برگردیم سافریم توی گیم. دوتا گیم رو در کنار هم دیگه قرار میدیم، دوتا نسخه رو ببینیم که کدوم بهتره، چی کم شده، چی زیاد شده و اینکه همین دیگه بریم برگردیم سافریم سراغ گیم. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Hi, get lost. Thank you.
بچه ها همون جوری که دیدید توی ویدیو هم مشخص بود، نسخه دفینیتیو خیلی بهبود گرافیک داشته، خیلی تکسچرها بهتر شده، خیلی از لحاظ کوالیتی به نظرم خیلی بهتر شده. ولی خب چیزی که خیلی از طرفدارا بهش اشاره کردن این بوده که نسخه اورجینال یه سری چیزا داره که توی نسخه دفینیتیو حذف شده. خیلی نکات ریزیه، خیلی دیتیلای ریزیه، ولی یه نمونه شو بهتون بگم، میتونید سرچ کنید خودتونم ببینید. خیلی ها میگن که نسخه جی تی ای 3 رو، نسخه اصلی شو، همه به خاطر این بیشتر دوست دارن که یه حال و هوای دارکی داره، شهر کلن توی مه و کلن تصاویر سیاهه، تصاویر کدره، و خیلی ها به خاطر این جی تی ای 3 رو دوست دارن. خیلی ها به خاطر همین تم دارک بودنش، تم مه بودنش، خیلی مثلا سیاه بودنش جی تی ای 3 اورجینال رو دوست دارن. و خب اونجوری که توی جی تی ای نسخه دفینیتیو میبینیم که آسمون آبی، ابرای خیلی تر و تمیز و مثلا زمین خیلی تمیز. و یکی دیگه از دیتیل ها این بوده که مثلا توی نسخه اورجینال رو زمین شما آگهی بوده، کثافت بوده، آشغال بوده، همه چی بوده، ولی تو نسخه دفینیتیو اینا حذف شده عملا. و خب بماند از این که موقعی که بازی نسخه دفینیتیو موقعی که منتشر شد، موقعی که معرفی شد، خیلی سوتی ها اومد بیرون ازش، خیلی اشتباهات داشتش، ولی خب رفته رفته توی آپدیت ها این قضیه درست شد. ولی باز نکته اصلی اینه که خیلی ها دیتیل های جی تی ای 3 رو بیشتر دوست دارن، جی تی ای 3 اورجینال رو البته بیشتر از نسخه دفینیتیو دوست دارن. اونم به این دلیل که گفتم چون خیلی تم دارکی داشت، خیلی ها رو این تاکید داشتن. نکته اصلی که خیلی ها دوست داشتن جی تی ای 3 اورجینال رو. و دیگری این که چون جی تی ای 3 اولین نسخه بود که 3D ساخته می شد و این شکل امروزی جی تی ای رو به وجود آورده، خیلی ها بر این باورن که جی تی ای 3 پدر تمام این جی تی ای هایی که داره ساخته میشه، و از این لحاظ میگن که خیلی بهش توجه نشده. و با انتشار نسخه دفینیتیو ادیشن خیلی ها حتی برگشتن به نسخه اصلی، یعنی این که مثلا خیلی ها اصلا نمیدونستن جی تی ای 3 چی هست، وقتی که نسخه دفینیتیو اومد رفتن نسخه اصلی رو پیدا کردن و بازی دارن میکنن و خیلی دارن حال میکنن با این قضیه. ولی خب در کل از این داستانا بگذریم، ما الان دو تا نمونه گیم داریم، البته از یک عنوان گیم رو داریم که تقریبا با 20 سال فاصله از همدیگه ریلیز شده، اومده بیرون، و ما GTA 3 رو داریم، سال 1999-2001 بود اگه اشتباه نکنم، و این طرف دفینیتیو ادیشن رو داریم که حداقل 20 خورده ای سال تفاوت دارن با هم دیگه توی منتشر شدنشون. و خب خیلی ها میگن که در حدی که ما باور داشتیم ارتقا پیدا نکرده، و خیلی هم میگن به نظرمون کافیه. ولی در کل ما میخوایم اینو بگیم که از لحاظ گرافیکی واقعا بازی ارتقا پیدا کرده، اینکه هنوز همه مراحل، همه اتفاقات همون اتفاقات جی تی ای 3 اصلی اورجینال هستش، خیلی چیز خوشایندیه، به خصوص برای منی که هم نسخه اورجینالش رو بازی کردم قبلا روی PC، هم نسخه دفینیتیو رو بازی دارم میکنم الان. برای من چیز خوشایندیه، یه تداعی خاطراتی میشه، و این از این لحاظ برای من خیلی خوب و جذابه. خلاصه که در کل بخوایم دوتا رو بزنیم در کنار همدیگه، یه تصمیم کلی و یک نظر کلی بخوایم بدیم، جی تی ای 3 دفینیتیو ادیشن صرفاً و صرفاً نسخه بهبودیافته از لحاظ گرافیکی، صرفاً بچه ها از لحاظ گرافیکی نسخه بهبودیافته جی تی ای 3 اورجینال هستش.
خیلی از طرفدارا رو تونست راضی نگه داره تا موقعی که جی تی ای 6 بیاد بیرون و خب حرف دیگه نمیمونه به نظر من. امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشید و اینکه کامنت یادتون نره برام این پایین بذارید و لایکرتون نره، سابسکرایب حتما انجام بدید، به دوستاتون معرفی بکنید کانال ما رو بس میوزیک فیلم و در پناه حق مراقبت کنید. فعلا.